گل به کانال خودتو خوش اومدید. آقا اومدیم تاریخ چند هزار ساله افغانستان رو میخواییم ریاکشن بریم. میخواییم سیر تا پیاز افغانستان رو کلن تو یه ویدیو ببینیم از زمان قدیم بس. که مثلا چه کسایی اومدن چه کسایی نبودن کلن بله. میخواییم تاریخ افغانستان رو بریزیم وسط دیگه بریم. که ببینیم کدوم قدیمی تر، ایران قدمتش بالاتره یا افغانستان. بچه حرف زیاده نمیزنیم، اگر اولین باری که باید شمشید دکمه لایک کامنت سابسکرایب بزنید، اگه ویدیو درخواستی هم داشتید حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. خیلی عشقید، بریم سراغ ویدیو. قصد داریم در این ویدیو در مورد تاریخ افغانستان با شما صحبت کنیم، کشوری که دارای گذشته بسیار پیچیده ای است و دانستن آن برای میبینی داخل افغانستان چقدر فارسی زبانی واجب است. آیا می دانستید که افغانستان از لحاظ جمعیت در چند سال آینده کشورهای بزرگی مانند کانادا و عربستان را پشت سر می گذارد؟ آیا می دانید که در این کشور تا به حال چند امپراتوری حکومت کرده است؟ کلمه افغان از زمان کدام امپراتوری به طور رسمی مورد استفاده قرار گرفت؟ آبه کلا میخواد همه رو تو این ویدیو بگه دوست. ولی اولش گفت جمعیتش چیزه، واقعا جمعیت افغانستان کشوری است که 37 میلیون نفر جمعیت دارد و این کشور با ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین و پاکستان مرز مشترک دارند. باید بگوییم که افغانستان یکی از کوهستانی ترین کشورهای جهان است و در آن شبکه ای از رودخانه ها و دره های حاصلخیزی وجود دارند. دقیقا عاشق اینجور چیزای کوه و نمیدونم دریاچه و عالیه، واقعا عالیه، که از ذوب برفای کوههای هندوکش و رشته کوههای اطراف آن به وجود می آیند. جالب است بدانید که در گذشته های قدیم شمال این کشور را به نام باختر می شناختند که فرهنگ، آداب و رسوم آنها مانند رسم و رسومات مردم آسیای میانه بود. برخی از مردمان مناطق جنوب شرقی این کشور از تمدن هندی ها پیروی می کنند. اولین کسانی که افغانستان را تحت سلطه خود درآوردند مادها بودند که به آنها ایرانی های شمالی نیز می گفتند. آنها در اولین کسی که اومده پس داخل افغانستان امپراتوریشو چیز کرده ماتا بوده. درست. که اومدن داخل افغانستان قرن هفتم پیش از میلاد مسیح به این کشور حمله کردند و پس از یک قرن توسط فارس ها سرنگون شدند. سپس نوبت اسکندر مقدونی رسید. در آن زمان بیشتر مردم افغانستان از دین و فرهنگ فارس ها تبعیت می کردند، اما در میان آنها تعداد کمی بودایی و یونانی هم زندگی میکردند. چه خبره؟ هم اسکندر مقدونی اومد، اما برم بودایی هم، بعد یه طرفشون ایرانی هم. از هر قومی داشته داخله. خب این اصالت اینا کجایی بوده؟ ایرانی بوده؟ اصالت خود افغان کجا میاد؟ تعداد کمی بودایی و یونانی هم زندگی میکردند. اسکندر فرمانده باهوشی بود و از آنجایی که می دانست نمی تواند با جنگ افغانستان را تصرف کند، تصمیم گرفت با رخسانا شاهدخت باختری ازدواج کند. پس از مدتی آنها صاحب فرزندی شدند که اسم او را هم اسکندر گذاشتند. چی شد؟ شاهدخت؟ آره شاهدخت برای چیز اومده ازدواج کرد چون نمیتونست افغانستان رو بگیره. درسته، آخه شاهدخت هم الان توی ایران خیلی هستن همچین اسمایی رو دارن. نمیدونم، نه این به خاطر چیزشون داره میگه بایی؟ نه شاهدخت باختری ازدواج کنن. شاهدخت باختری پس از مدتی آنها صاحب فرزندی شدن که اسم او رو هم اسکندر گذاشتند. پس از مرگ اسکندر، افراد زیادی تلاش داشتند تا کنترل باختر را به دست بگیرند. حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح، بیشتر این سرزمین به تسلط امپراتوری چاندراگوپتای موریای هند از زمان قدیم بود. ببین هرات، قندهار، اینا اسماشون ثابت بوده، تغییر ندادن اصلا. درسته. افتاده بود. پس از اینکه جنگ بین دو امپراتوری به صلح ختم شد، چاندراگوپتا با دختر سلوکی ازدواج کرد و به پدرزن خود 500 فیل جنگی آموزش دیده هدیه داد. اما بالاخره باختر سقوط کرد و به دست سلوکی ها افتاد.
آنها نیز مدت ها بر این منطقه میگم اینا رو من خیلی چیز کرده بودم ولی فکر کردم برای ایران مثلا چیز کردم این وقت داره سمت افغانستانه. الان این چیز سبزی که نشون داده یعنی همش برای کشور افغانستان بیشتری بوده. آره ولی مثلا ببین سوریه زده، شوش، هرات، این اسمای قدیمشون بوده فکر کنم. حالا درسته ولی کل ایران اینطور که معلومه زیر پوشش چیز بوده، حکمرانی میکردن تا اینکه سلسله اشکانی ها به وجود آمد. در جنوب شرق امپراتوری ماوری سرنگون شد. باختری ها توانستند تا خلای قدرتی که با سرنگونی این دو امپراتوری به وجود آمده بود را پر کنند. زمانی که باختریان یونانی در مقابل اشکانیان مقاومت می کردند، جنگجویان عشایری از این فرصت استفاده کردند و به آنها حمله کردند و باختر را به همراه اشکانیان تصرف کردند. کلن مردم... این بر اینا می زدن بعد یه قوم دیگه می اومده اینا را چیز میکردن. باختر و قبیله های عشایری پادشاهی کوشانی را ایجاد کردند و سپس قلمروی آنها تا آسیای مرکزی و شبه قاره هند هم گسترش یافت. کوشانی ها خدای یونانی ها و هندوها را می پرستیدند. اما به تدریج در طول زمان بودایی دین اکثر مردم آن زمان شد. بیشتر مردم فکر می‌کردند که دین بودا از چین آمده و به همین دلیل مبلغان و بازرگانانی را به آنجا می‌فرستادند. درست از این زمان بود که می‌دونی که چینی‌ها خود چیز می‌پرستن دیگه. بودا رو می‌پرستن به خاطر این فکر کرده بودن از سمت چین بوده. درسته. به خاطر همینه که یه سری مجسمه‌هاش بود که داخل آره، دین بودایی و هندوها در بین مردم افغانستان رواج یافت. در غرب اشکانی ها درگیر جنگ های داخلی شدند و همین مسئله موجب شد تا ساسانی ها به آنها حمله کنند و آنجا را تسخیر کنند. ساسانی ها خیلی سریع توانستند تا به مناطق شمالی، جنوب شرقی و غرب نیز حمله کنند و این پایانی بر امپراتوری کوشانی ها بود. آیا می دانستید که درست در دوره ساسانی ها بود که برای اولین بار کلمه افغان ثبت شد؟ در آن زمان این کلمه اینجا اولین اسم افغان اینجا ثبت شده پس خیلی خوب که برای اولین بار کلمه افغان ثبت شد. در آن زمان این کلمه به مردمی اشاره می کرد که در کوهستان های ولایت های شرقی زندگی می کردند. البته کلمه افغان فقط مختص قوم پشتون، ترکمن، ازبک، تاجیک، پشتون، نورستانی. نورستانی هم دارن پس. آره من تا حالا نشیده بودم قومی مثلا نورستانی که گفته باشن نورستان؟ یا سعادت. نه ولایت نورستان رو تا حالا دیده بودم ولی آره. مثلا به شما میگن نورستانی نشیده بودم. خب شاید اسم محل کشورشون آره، شهرشون داره. هزاره مثلا میدونم هستش، پشتون میدونم هستش، بلوچ میدونم، ازبک میدونم، ولی مثلا چی یه جای دیگه نشه نورستانی سعادت نمیدونم. اینا رو من تا حالا نشیدم. بچه بگید باره کدوم چیزا نمی باشد. این کلمه به تمامی اقوام ساکن در آن جغرافیا اطلاق می شده. به همشون می گفتن. اواخر قرن نهم بود که سلسله سفاریان توسط یک مسکر فارس در جنوب غربی افغانستان تأسیس شد. آنها علیه خلافت عباسی قیام کردند و قوانینی را وضع کرد تا افغانها به اسلام روی بیاورند. اما این سلسله هم توسط امپراتوری سامانی سرنگون شد. حتی تنها اشتباه بزرگ سامانی ها اسلامو بخوان به افغان ها چیز بکنن ولی دیگه. پیش از همه اینا بوده. اسمشون آره بوده نه. ولی خب مثلا دیگه هی هر سری تغییر کرده دیگه. درسته. اون جنگ های داخلی که پیش می اومده هی تغییر کرده. درسته. ثابت نبوده. هر شاهی اومده هی جنگ آره. استفاده از سربازان ترک بود. همین موضوع موجب شد تا سربازان ترک آنها را سرنگون کنند و سلسله غزنوی را در شهر غزنی در شرق افغانستان تأسیس کنند. آنها نیز اسلام و فرهنگ ایرانی را تقویت کردند. غزنوی ها به شدت در جنگ با امپراتوری سلجوقی ضعیف شدند و همین موضوع باعث شد تا آنها توسط سلسله غوریان سرنگون شوند. آنها در آن زمان از دین بودایی خارج شده و به دین اسلام روی آورده بودند. ببین بس از زمانی که این بودا بودن به خاطر همینه که اصلا چیز دینشون بودایی بوده بعد اومدن سمت اسلام.
پس تغییر کرده. در طول حکومت سلطان غیاث‌الدین محمد، سلسله غوریان به یکی از قدرت‌های اصلی جهان تبدیل شد و نفوذ خود را از فلات ایران تا خلیج بنگال گسترش دادند. اما با مرگ وی این امپراتوری از هم پاشید و خیلی سریع توسط سلطان هند و امپراتوری ترک تسخیر شد. پس از غزنوی ها سلسله خوارزمشاهیان به وجود آمد و حدود 15 سال از تاسیس این سلسله نگذشت. این چیز ایران آزده، تهران، شیراز، اسلامی بود که چنگیز خان مغول به افغانستان حمله کرد. آنها کشتار زیادی را انجام دادند و چندین نسل هم پادشاهی کردند. امپراتوری مغول پس از تسخیر منطقه آن را به چند کشور وابسته تقسیم کرد. ایلخانان یکی از آنها بود. بسیاری از خانواده سلطنتی و ارتش مغول دچار بیماری طاعون شدند و مردند. پس از آن همه این مناطق توسط تیمور لنگ تصرف شد. حتی گفته می شود که او بیشتر از مغول‌ها مردم را قتل عام کرده بود. تیمور از افغانستان به عنوان پایگاه عملیات‌های خود استفاده می کرد و جانشینان وی پایتخت را از سمرقند به هرات. توی جنگ‌های بین مغول و کشورهای دیگه واقعا کشته داده. کشته بند. آره میگه اینجا ایران هم خیلی کشته آره داده. اینجا خودش نمیگه، میگه خیلی ها رو کشته بودن. درسته. که اصلا چیزه. ولی چقدر سخته. این مردم بنده خدا تا میرفتن یه ذره جا بیافتن. آره، این به این جنگه دینو تغییر میداد، اونو تغییر میداد، منتقل کرده بودند. پس از مرگ تیمور صلح و آرامشی نسبی برقرار شد و جنگ‌های داخلی هم پایان یافت. اما شمال افغانستان به ازبک‌ها، غرب به صفوی‌ها و جنوب شرق هم به امپراتوری تازه ظهور کرده مغول رسید. این امپراتوری ادعا می‌کرد که از نوادگان چنگیز و تیمور است و محدوده نفوذی خود را تا هند هم گسترش داد. در طول قرن 17 افغانستان محلی برای رقابت و جنگ‌های سلسله صفوی و مغول تبدیل شده بود. در سال 1000 دیگه افغانستان شده بود اون وسط همه چیز دیگه. هر کسی که می‌خواست جنگ چیز بیاره این فقط میاد اون وسطه. درست. 709 میلادی سلسله پشتون هوتکیان به بخشی از قلمروی صفویان حمله کردند و موفق شدند تا آنها را شکست دهند. امپراتوری صفوی توسط سربازان نادرشاه سرنگون شدند. نادرشاه پسر یک چوپان بود، اما یک استراتژیست و فرمانده قهار نظامی بود که توانست افغانستان را از چنگ عثمانی ها و مغول ها پس بگیرد. ببین زمان امپراتوری نادرشاه رو نگاه کن، اگه زده باشه ببین کل ایران رو گرفته. درست. بعد از اون ورم اومده سمت بلخ و هرات و قندهار و اینا رو هم حتی گرفته. درست. چون اینجا زده، این بغلی زده، پایتختش هم مشهد بوده. دوره حکومت نادرشاه افشار کوتاه بود و در سن 48 سالگی توسط یکی از فرماندهان خود به قتل رسید. پس از آن احمد شاه دورانی روی کار آمد. احمد شاه علاقه زیادی به شعر گفتن به زبان فارسی داشت و حتی خیلی از فارسی زبانها از او به نام شاه خراسان یاد می کردند. حکومت دورانی در طول 25 سال حکومت خود توانست تا 3 بار به هند حمله کند و در نبرد پانیپت در سال 1757 احمد شاه ارتش هند را سخت در هم کوبید و حتی دهلی نو پایتخت هند را هم تصرف کرد. این شکست هیچ وقت از خاطره هندی ها پاک نشده و حتی در سالهای اخیر فیلمی به نام پانیپت ساختند که در آن درباره لشکرکشی افغانستان به هند میپردازند. ببین چقدر چیز بوده که اومدن در موردش فیلمم ساختن. آره من فیلمش هم دیدم، خیلی تبلیغ میکرد. امپراتوری دورانی به عنوان پایه و اساس افغانستان مدرن شناخته می شود و حتی او را به عنوان پدر ملت نیز می نامیدند. امپراتوری دورانی توسط دوست محمد خان سرنگون شد و امارات افغانستان را ایجاد کرد. در آن زمان بریتانیا کنترل بیشتر بخشای هند را در دست داشت و می ترسید که روسیه کنترل افغانستان را به دست بگیرد و از طریق آن به هند برسد.
به همین دلیل آنها قبل از روزها به افغانستان حمله کردند و آن را تصرف. هر کسی از هر طرفی میفهم خواسته بره سمت افغانستان دیگه سریع هم حمله میکرده بگیرتش. و پادشاهی دورانی را دوباره مستقر کردند. اما پس از مدتی با مقاومت‌های روبرو شد که این کشور را مجاب کرد تا تمام نیروهای خود را تا هند عقب ببرد. نیروهای انگلیسی باقی مانده هم قتل عام شدند و دوباره دوست محمد خان به تخت پادشاهی نشست. حدود 4 دهه بعد هم بریتانیایی ها دوباره به افغانستان هجوم آوردند و پس از تلفات زیاد مجبور کردنش این توپ فوتبال دقیقا هر که می آره بریتانیا با چیز کرد دوباره حمله می کردن شدند تا دو طرف با مرز بین کشورهای دیگه است به هم آره دیگه وصله شده به خاطر هم صلح کنند. 40 سال بعد در جنگ سومی که افغانها با بریتانیایی ها داشتند 120,000 سرباز افغان هند را اشغال کردند و پس از چند درگیری کوچک با بریتانیایی‌ها معاهده‌ای را نوشتند. درست پس از آن بود که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل شناخته می‌شود. در سال 1000 شد که کشور مستقل دیگه شد درسته. دیگه اینقدر جلوش وایسادن که دیگه گفتن آقا بیایید یه چیزی امضا کنیم فقط برید. بله ممکن 926 سیستم حکومتی این کشور به پادشاهی تغییر کرد و در سال 1973 میلادی محمد داوود خان سلطنت پادشاهی را سرنگون کرد و خود رئیس جمهور کشور شد. در سال 1978 میلادی داوود خان و برخی از اعضای خانوادهش به قتل رسیدند و پس از آن بود که شوروی وارد افغانستان شد و به مدت 10 سال جنگی ویرانگر را آغاز کرد. اما پس از شوروی اومده بود زمانی که شوروی اومد اونم خیلی شنیده بودم جنگای داخلی خیلی زیادی داشت. سنگین و تلفات زیاد شوروی تصمیم به خارج شدن از افغانستان گرفت. در آن زمان جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل شد اما توسط طالبان در سال 1996 سرنگون شد. نیروهای آمریکایی و متحدان او در سال 2001 برای سرنگونی طالبان خدا اصلا نذاشتن نفس بگیره. نفس نمیذاشن به خدا من الان به افغانستان حق میدم اصلا با این وضعیت تازه من فهمیدم اگه هیچ جنگی داخلش نبود یکی از کشورهای خیلی خوب بود واقعا یعنی اجازه بهش ندادن تکون بخوره بندر خدا از زمان قدیمش که همه حمله میکردن این ورم که دیگه چیز اومدن شوروی و آمریکا و روسیه و هر کسی اومده فقط خواسته وارد افغانستان شدند و در سال 2004 جمهوری اسلامی افغانستان را دوباره بنا نهادند. شما در مورد آینده افغانستان چه نظری دارید؟ به نظر شما آیا لازم است تمامی افغان‌ها تاریخ کشور خود را بدانند؟ دقیقاً باید تاریخ کشور خودشون رو بدونن که از کجا به کجا رسیدن. واقعاً اسم خودشون رو تا الان نگه داشتن که هیچ کسی نمیتونه بهشون زور بگه. ولی میگم این دولت‌ها ثابت نمیمونه، عوض میشه. بله، آخر سر ورق برمیگرده به نظر. همیشه امیدواریم که حداقل بتونن یه نفس راحت بکشن، بتونن کشور خودشون رو آباد دقیقا. کنن. دقیقا امیدواریم واقعا. باز دمتون گرم بچه تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگه جایی ویدیو غلط بود، راست بود، دروغش و اینا همه رو برای ما بنویسید. دمتون گرم، باز نظر شما خیلی مهمه برامون. تا ویدیو بعدی فعلا.